کرونا یعنی حمله بیولوژیکی بالای چین و ایران. صلاح کشتار جمعی ساخت لابراتوار نظامی بایولب لول 4. سلام، خوش آمدید به کانال آی سی. شواهد و مدارک جدید نشر شده توسط ژورنالیست ها و پژوهشگران بی‌طرف نشان می‌دهد که ویروس کرونا در اصل صلاح بیولوژیکی ساخته شده انسان بوده است. در واقعیت برای از همپاشی پیشرفت شرق ایجاد شده است. هدف اصلی این حمله ایجاد ترس و از بین بردن اقتصاد بلخصوص چین و ایران و کشورهای دیگر منطقه است. نظر به مدارک نشر شده توسط فیبیو گیوسپ ژورنالیست ایتالیایی، یوچی شیماتسو ژورنالیست مشهور ژاپنی مقیم هنگ کنگ، جیف برون نویسنده و کارشناس غربی در چین، پروفیسور فرانسیس بول متخصص صلاح‌های بیولوژیکی، پروف کوین برد و تیم پژوهشگران هندی ثابت شده است که ویروس کرونا اصلا کدام میکروب طبیعی نبوده، بلکه ساخته شده انسان و تولید لابراتوارهای مخفی نظامی بایولب لول 4 است. پژوهشگران انستیتوت تکنولوژی هند ساختمان ژنتیکی ویروس را تجزیه کردند و در آن 4 اموسیدها یا تیزابهای پروتئینی را یافتند که مشابهت با ویروس ایدز دارد و معلوم می شود که قصداً داخل ویروس کرونا جابجا شده است. نظر به این راپور، این یک پدیده غیر طبیعی است و صرف با دستکاری انسان در لابراتوار صورت گرفته است تا ضرر رساندن ویروس را شدت بدهد. به همین دلیل است که چین از دوای ضد ایدز برای تداوی ویروس کرونا استفاده می کند. یکی از مهمترین مدارک گفته شده ای پروفیسور فرانسیس بول متخصص درجه یک جهان در بخش صلاح‌های بیولوژیکی است. او میگوید که ویروس کرونا یک صلاح بیولوژیکی بوده و در لابراتوار دستکاری شده است. مدارک مهم دیگر مقالات رابرت استیل، کارمند سابق CIA است که چندین نشریه در این مورد کرده است. نظر به این راپورها، ویروس کرونا توسط نانو درونز در مناطق مختلف توسط نیروهای استخباراتی غرب پاشان شده است. هدف دومی بعد از چین ایران است و نظر به ژورنالیست ایتالیایی، آنها ویروس را در قدم اول به شهر قم ایران منتشر کردند. کمپانی های بزرگ غربی بعداً فروش واکسن را اعلان می کنند و میلیاردها دلار از فروش آن حاصل خواهند کرد. یعنی هم بیماری و هم واکسین را یک منبع می سازد و جهان را ضربه اقتصادی می زنند. تا حال 1000 دکتر چینی مبتلا به این ویروس شده است. صفحه اینترنتی قوای نظامی چین در مقاله می نویسد که ملت چین تحت حمله صلاح بیولوژیکی قرار گرفته است و اردوی چین در حالت آماده باش قرار دارد. البته باید گفت که این ویروس یک صلاح ژنتیکی هم است که در قدم اول نژادهای آسیا را از بین می‌برد. یعنی این خاصیت ویروس قصداً دستکاری شده تا نژاد مورد هدف را بیمار و از بین ببرد. ولی باید متذکر شد که خطر ویروس کرونا آنقدر نیست که در رسانه‌ها گفته می‌شود. خطر اصلاً برای اشخاصی که بیماری‌های قلبی، گرده و شش دارند بیشتر است و همچنان برای اشخاصی که سنشان زیاد است. خطر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا 2% است. یعنی اگر 100 نفر مبتلا به این ویروس شود، 2 نفر جان خود را از دست می دهد. مثلا ریزش و انفلونزا سالانه به مراتب بیشتر انسانها را از بین می برد. سالانه بیش از 650,000 نفر در جهان از بیماری سرماخوردگی و انفلونزا از بین می رود و تقریباً 5 تا 10 میلیون انسان به آن مبتلا می شود که این رقم خیلی خیلی بیشتر از ویروس کرونا است. با سپاس از توجه شما عزیزان. برای معلومات بیشتر کانال ما را همراه باشید، سابسکرایب نمایید.